به نام خدا، سید کمال رضایی هستم از آکادمی learnval.com در خدمتتون هستم با معرفی دوره آموزش ساخت اپلیکیشن شیپور. توی این دوره ما با ساخت یک اپلیکیشن آشنا خواهیم شد شبیه اپلیکیشن شیپور، که همونطور که اطلاع دارید میتونید توی این اپلیکیشن آگهی ارسال کنید و کاربران آگهی شما رو ببینن و برای شما با شما تماس بگیرن و به هر حال برای ارتباط بین افراد مختلف در زمینه تجاری و زمینه‌های دیگه بسیار مفید خواهد بود. توی این دوره آموزشی مفاهیم خیلی زیادی رو مطرح خواهیم کرد. قبل از اینکه به خود دوره من بپردازم، اول خودم رو معرفی میکنم. من سید کمال رضایی هستم، در واقع کارشناس نرم افزار و حدود 8 تا 10 سال هست که در زمینه برنامه نویسی فعالیت میکنم. برنامه نویسی ویندوز، وب، اپلیکیشن های موبایل و انواع و اقسام زبان های برنامه نویسی رو در واقع فعال هستم توشون. من اپلیکیشن هایی دارم توی بازار که با جستجوی اسم من میتونید به اپلیکیشن هایی که من نوشتم دسترسی پیدا کنید و مشاهده کنید که در واقع بازی ها و همچنین اپلیکیشن هایی که طراحی شده. خب میریم سراغ دوره آموزشیمون. من اپلیکیشن رو که در نهایت طراحی خواهم کرد به این شکل خواهد بود: یک اپلیکیشن با ظاهر در واقع متریال و با استفاده از متریال دیزاین که استاندارد آخر گوگل هست برای طراحی اپلیکیشن های اندروید، و سعی کردم قابلیت های مفید و اساسی یک نرم افزار آگهی رو ایجاد بکنم، چه در سمت سرورم چه در سمت در واقع اپلیکیشن اندرویدم. از منوهای استفاده کردم مثل دراور لایوت برای زیبایی کار، یا مثلا امکاناتی مثل جستجو یا نمایش عناصر در واقع لیست و امکاناتی که خیلی به صورت کاربردی، نه به صورت آکادمیک و به صورت در واقع تست و دمو بشه ازشون یاد کرد و در واقع میشه در عمل ازشون استفاده کرد برای پیاده سازی انواع پروژه ها. و سعی شده که نرم افزار در عین سادگی از در واقع همه اون قابلیت هایی که نیاز داره در واقع توش قرار داده بشه استفاده کنه و کاملا ساده اما کاربردی طراحی بشه. توی از بخش مهم دیگه که توی اپلیکیشن نهایی طراحی شده خواهد بود، این بخش ارسال آگهی است که ما میام توش آموزش میدیم چطور شما میتونید تصاویر رو از گالری، از دوربین انتخاب کنید، در واقع کراپ کنید، برش بزنید و به سمت سرورتون ارسال کنید، همچنین آگهیاتون رو تکمیل کنید و به سمت سرور ارسال کنید. یعنی بخش ارسال آگهیمون بخش خیلی مهمی خواهد بود. بخش حساب کاربریمون هست که من این بخش رو جوری طراحی خواهم کرد که کاربر بتونه در واقع با وارد کردن شماره موبایلش یک پیامک روی دستگاهش دریافت کنه و روی موبایلش، و با وارد کردن کد فعال سازی بتونه وارد اپلیکیشن بشه. یعنی بحث ارسال پیامک از طریق سرور و سرور پی اچ پی رو بررسی خواهیم کرد و فعال سازی حساب کاربر با استفاده از اون کد فعال سازی که فکر میکنم بحث خیلی مهمی خواهد بود. همچنین در بحث برنامه نویسی پی اچ پی و طراحی دیتابیس برنامه، من اومدم در واقع تحلیل کردم این دیتابیس رو و توضیحاتی دادم که شما بتونید به راحتی هر پروژه‌ای رو طراحی کنید، قسمت بانک اطلاعاتیش رو. در بخش برنامه نویسی پی اچ پی اومدیم در واقع اطلاعات ارسالی از سمت اپلیکیشنمون رو تحلیل کردیم، دریافت کردیم، با یک سری شرطها، حلقه‌ها و اتصال به بانک اطلاعاتیمون خروجی رو به کاربر نشون دادیم که در واقع نیاز داره.
و ارتباط دادیم بخش PHP مون رو به اپلیکیشن اندرویدمون. هدف از این دوره آموزشی در واقع این هست که با پایان این دوره شما بتونید هر اپلیکیشنی شبیه این رو طراحی کنید، یعنی اپلیکیشنی که در واقع از بخش های متریال استفاده کنه، اپلیکیشنی که از ریسایکلر مثلا استفاده کنه، به اینترنت متصل بشه، قسمت هایی داشته باشه برای ورود کاربر، ثبت نام کاربر، عضویت کاربر، قسمتی داشته باشه برای بخش در واقع ارسال آگهی که بتونه کاربر آگهیش رو ارسال کنه، یا مثلا ولیدیشن فرم ها، آپلود تصاویر، کراپ تصاویر، اتصال به اینترنت، نمایش تصاویر، همچنین مثلا استفاده از اسلایدرها، نمایش در واقع ذخیره تصاویر و کش کردن تصاویر که امر خیلی مهمی هست برای برنامه های آنلاین که هم برنامه رو بهینه میکنه برای کاربر و هم سمت در واقع سرور ما، بخش هایی رو پیاده میکنیم که شما بتونید به کاربر این امکان رو بدید که تماس بگیره با آگهی دهنده از طریق تماس تلفنی و در واقع سایر راه های ارتباطی. به طور کلی یک اپلیکیشن کاربردی رو طراحی میکنیم که در واقع در خلال این آموزش اطلاعات زیادی آید شما خواهد شد، که صرفاً این نیست که شما بتونید این پروژه رو طراحی کنید، با یاد گرفتن این نکات و آموزش هایی که حاصل شاید چندین سال تجربه بنده باشه توی برنامه نویسی حالا اندروید یا تحت وب، با استفاده از این تجارب میتونید که پروژه های بهتر، بزرگتر و در واقع مفیدتری رو انجام بدید. همینطور شما به فایل این پروژه دسترسی خواهید داشت، فایل هم بخش سرور برنامه و اپلیکیشن ما که با زبان PHP هست، هم به دیتابیس ما دسترسی خواهید داشت و هم اینکه به سورس اصلی اپلیکیشن اندروید ما دسترسی دارید و میتونید این اپلیکیشن رو کدهاشو استفاده کنید، ویرایش کنید و به هر حال در پروژه هاتون ازش بهره ببرید. پس به طور خلاصه من روال کلی این آموزش رو خدمتون عرض میکنم. اینکه ما آموزشمون 4 بخشه، یکی طراحی رابط کاربری، میان این یوزر اینترفیس و رابط کاربریمون رو طراحی میکنیم که با استفاده از متریال دیزاین و قالب متریال دیزاین این کار رو انجام میدیم. در مرحله دوم میایم سراغ دیتابیسمون که توی PHP مای ادمین و دیتابیس مای SQL این کار رو انجام میدیم، بانک اطلاعاتی پروژه‌مون رو طراحی میکنیم. در بخش سوم میریم سراغ برنامه نویسی PHP و شروع میکنیم به کد نویسی سمت سرورمون و این امکان رو میدیم که اپلیکیشن ما بتونه با سرورمون ارتباط برقرار کنه و اطلاعاتی رو نمایش بده. و در بخش آخر که طولانی ترین بخشمون هم هست، میایم ارتباط برقرار میکنیم بین اپلیکیشن اندرویدمون و این سرور PHP مون و برنامه PHP مون که بتونن در واقع با همدیگه کار بکنن. و بخش آخر برنامه نویسی این اپلیکیشن ما هست که توی ما بخش اول یوزر اینترفیس و رابط کاربری و اون ظاهر اپلیکیشن رو طراحی میکنیم و در بخش نهایی میریم سراغ هسته این اپلیکیشن و کد نویسی در واقع هسته این اپلیکیشن رو انجام خواهیم داد. در نهایت این توضیح رو هم اضافه میکنم که شما برای یادگیری این دوره نیاز هست که به در واقع از اندروید و PHP قبلا استفاده کرده باشید و مقدار خیلی جزئی از اینها بدونید هم کافیه، نیاز نیست خیلی زیاد بدونید. در این حال ما سعی کردیم که توی دوره با زبان ساده و از مقدمات کار شروع بکنیم و همه نکات مورد نیاز رو آموزش بدیم. امیدوارم که از این دوره آموزشی استفاده کافی رو ببرید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.